به نام یاد خدا. برنده های عزیز سلام بر شما، امیدوار هستم جور صحتمند و سرحال باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین. با ابراز تسلیت و همدردی و غمشریکی خدمت شهدای اخیر مکتب عبدالرحیم شهید و کرسی ممتاز در ناحیه 13 دشتی برچی، متاسفانه امروز خانواده ها خیلی ها داغدار هستند، خیلی ها غمگین هستند. با از دست دادن جوانانشان ممکن است بسیاری از خانواده ها اینا کسی که واقعا سرپرست فامیل بوده، کسی که نانآور فامیل بوده از دست بدن و این مشکل و این تراژدی و این سریال غم‌انگیز متاسفانه هر روز که میگذره بیشتر از پیش میشه و ادامه پیدا میکنه. به هر حال بنده های عزیز، امروز آمدیم در خانواده یکی از شهدای اخیر مکتب عبدالرحیم شهید در خانواده پرویز نوری با فامیلش، با مادرش مصاحبه می داشته باشیم و اظهار غمشریکی و همدردی می کنیم. ای که واقعا پرویز چگونه یک فرزندی بود و ای که واقعا مادر پرویز چی امید و چی آرزوی داشت که پرویز این آرزوهایشان را برآورده کنه. به هر حال بیشتر از خودشان میشنیم. البته فراموش نشه که پرویز جان متعلم صنف 12 مکتب عبدالرحیم شهید بوده، در پهلویش شاگرد کپیکش بوده و روزانه 200 تا 300 افغانی از ای بابت پول به دست می آورده و خرچ فامیلش می کرده. جای بسیار تاسف است که پدر پرویز یک سال قبل همچنان فوت کرده و تنها نانآور فامیل پرویز جان بودم. به هر حال بیشتر از مادر پرویز می شنویم. سلام مادر جان، خوب است؟ انشاءالله تشکر، سلامت باشی. واقعا مادر پرویز جان آنقدر گریه کرده از داغ پسرش که متاسفانه حتی صداش را بلند کرده نمیتونه، گلویش باز گرفته، گلویش خفه هست. امی قسم گلوی بسیاری از مادرانی کشور از ما افغانستان واقعا خفه است و عقده گرفته از داغ جوانانشان. به هر حال واقعا در شرایطی نیستین که ما همراه شما صحبت میکنیم مادر جان، اما مسئولیت رسانه ها هم امی هست که صدای شما را به جهان و به جهانیان برسانه، حداقل به جهان برسانه که بس است دیگر، ملت عزیز افغانستان خسته شده، بیشتر از این دیگر نباید داغ را ببینه، بیشتر از این نباید سفره های خانواده های کشور عزیز افغانستان در خون جوانانشان رنگین شود. به هر حال خیلی ها سخت است صحبت کردن در این شرایط، در این مورد خیلی ها سخت است، منتها برنامه رو پیش میبریم. بیشتر از مادر پرویز جان میشنویم. مادر پرویز جان، پیش از اینکه در مورد پرویز شما معلومات بدین، یک مقدار معلومات در مورد خانواده ایتان بدین که شما چند سر عیال هستین و از همه مهمتر این که در ارتباط به پدر پرویز هم معلومات بدین که سال گذشته فوت کرده و فعلا وضعیت اقتصادی شما چیگون است؟ بله پدر، سلام پدر، یا چی پدر بچه پرویز جان پار سال فوت کرده بود و هم خواست مرز بود، 4 داشتیم که خانه بود، زردی زیاد داشتی، کمشم هاو گرفته بود، پیسه نداشتیم که دوا کنیم، بابا در شنگی خانم 4 من ای فوت کرد یه پرویز من کپی کش بود، در شاگرد میرفت 200-300 کار میکرد، میفرک دو تانه هنور دار پدرش میورد، میگه پدر اینجا بگی بخون که خوب شای خدا شفا بود. یعنی زردی سیاه داشت بنابر نبودن پول، بعد از 4 جانش را از دست داد. بله پیسه نداشتیم دوا کنیم. در وقت و در زمان واقعا کسی پیدا نشد که همکاری کنه، کمک کنه، خیرین؟ نه کس نبود، بچه هاش دیگه، بچه هم در آتارم، من 5
دانشته خوب حال ما هستم و از خاطر قدیم از جب از اگه میاد زنگ گرفته سری درک میکنم دیگه پدرش داد دروازه رو باز نکستایی نکست که پدرم زنده هست مرده هست چه رقم هست تا که فوت کرد وقتی فوت کرد باز آمدن مردم دفن کردن خلاص دیگه در سن چند سالگی پدر پروژان فوت کردن؟ تقریبا 60-70 ساله بودن دیار بله 70 ساله بود بعد ای که پدر پرویز فوت کرد یعنی خرچ و مصرف فامیلتون را کی تامین میکرد مادر جان؟ باز بیادرهایم تا تخارستم بیادرهایم و کمتون بیادرهایم دیار های آسنب کمکم دادیم خوب بیادرهایم میفکر بیست که خرچ هم زخیر را برای با خود بچه هم کار میکرد دیار بچه هم در هفته 300 میفت مادر باوش تو گای پدر ما سخیر نایمون سخیر بولم بولم شما مطر شوی هم کد بچه من هم در کوفی گشی میرفتم مطر شوی هم میکد برشم شوان هم نزم شوی بد دست دستی ها میبتون کشا بودی مادر میبایم شو پنزد کار کرد خوشا دیگر دقیقا مادر جان واقعا درکتان میکنیم از دست دادن جوان رشید، جوان زحمتکش، جوانی که بعد از پدرش تمام خرچ و مصرف فامیلش را به عهده داشته و خیلی هم با غیرت و با همت کار میکرده. متاسفانه چنین روزگار سری تمام مردم از افغانستان هست. گلیم غم امروز در بسیار از خانواده های عزیز کشور از افغانستان متاسفانه که هموار هستند. به هر حال مادر پرویز جان بازم تسلیت میگم برتان میشه در مورد پرویز بیشتر معلومات بتین که چگونه درساش را فرا میگرفته درساش را میخونده چقدر کوشش میکرده زحمت میکشیده دیگر در صنف اول تا صنف 12 را در کدام مکاتب درس خونده بوده؟ صنف اول در چلختران همین کوچه رسالت درس میخوند صنف دو صنف شش صنف هفت باز تبدیل کده مکتبی عبدالرحیم شهید بفکر دو واسهش بازون شه خلاشم هفتون بچه من خشم کشوش داشت پدرشم مارسون داشت میفت بچه درس بخونه که یک چیز شوید کراچی ما خدا نخواستن ابرین یک چیز دیگه بچه من دیگه خاطر پدرش میفت مادر من میفت که چیزی که هوا سرمون پدرم داشت باید من هم رقم کشوش کنم باید من درس رو بخونم هم قم وقت داد کوفی کشی میرفت مادر شویی میگد هم درس رو بدایی تا ما میداد میفت من درس رو میخونم که پدرم هر باش خوش شد بسیار بچه فهمیدن دانسته بود درسایش چطور بود؟ درسایش کوشش میکرد؟ درسایش بسیار خوب بود اگر که یک دروزم نمیرفت دروز مکتب هم نمیرفت درس ها بسیار لایق بود نمیخواد دوم نمره مکتب بود درس زیاد داشت در صنف 12 هم دوم نمره بود دوم نمره بله بسیار خوب بسیار خوب مادر جان چه خاطراتی از پرویز جان در طول این سنی کمیش این عمری کمیش شما داشتین میشه که یک موردش به بنده های ما شریک بسازین که واقعا پرویز با چگانه یک فرزند بود به شما بسیار بچه فامیدن دانستن بچه خیراتی بسیار بچه اول ساله بود دیگه قی بچه ها نمیگشت میفتم بچه من قی بچه ها نمیگشت مادر میگفت من بود بچه نیستم بسیار بچه خوب بود دیگه صبح که میبود درست ها نوشتا میگردم صبح که شو کرشم شو خواب نمیگرد درست ها نوشتا میگرد قرار خواب میگرد صبح که وقت میرفت سنی مکتب از مکتب میبود چاشت که میشد همی میبود نانا تیز میخد بس میرفت سنی کار غریبیش شب باز میبود دستا دیگه دیگه مادر جان پرویز در زمینی که درس میخونده حالا کار بیرونی هم میکرده موترشویی هم کرده در ورکشاپ ها هم کار کرده آخرین مورد هم شاگرد کپی کش بوده میشه در این مورد معلومات بدین که چی زمانی به این طرف شاگرد بوده و روزانه چی مقدار آید به دست می آورده و تا یکی خرچ مصرف فامیل رو شما میکردم 6 ساله بود که پدرش در کپی کشی شاگرد کند بچه مال ما پیشتن تو باید بگم هم درس در بخوانم یک کار دیگه در پیش داشته باشی و تا 6 ساله که نمیشه در کپی کشی کار میکرد بسیار در کپی کشی لویخ بود بازم استادش اول
رفته پینجر به همه دست و ای آستا آستا که یاد گرفت کلانم شد شد وازی که یاد گرفت بس هفتهش بلند شد دیگه که تمام ده همی هفته 300 400 بگو وقت گرد شد میده 500 هم شد این ها برا میباد خرش مصرف میکنم بگیم که بان که خرش مصرف شد که بچه بیادر همی سخیر بارم نشد یک چیز گرفتم میباد خرش کنی که دیگر دم خیلیم بگذارم خداوند صبر جمیل بده به شما مادر جان گرامی واقعا بهشتی برین نصیب پروه جان انشالله پروه جان یک وسیله شوه برای شما برای سایر برادرای نازش یک وسیله شوه انشالله که دیگر غم و غصه و اندوه در فامیل شما در این کشور انشالله که وجود نداشته باشه و غم و اندوه از کشور برچیده شوه. پیش از اینکه در مورد حادثه مکتب عبدالرحیم شهید معلومات بده که پرویز جان شهید شد، در مورد این پسره گید میشه که گپ بزنی که اینا چی مشکل دارن، اینا واقعا چی تکلیف دارن، میشه بیشتر معلومات بدین؟ این بچه هم عیب زیاد دارم میفت که پیش دکتر برده بودم پیش دکتر شفاخانه فرانسایی بیاری عمل کنیم که 50,000 بودی عمل کنیم دیگه هم پیسه نداشتیم ما پیسه نداشتیم که عمل کنیم دیگه قلبشم سلوه خسن دیگه پیسایشم نیسته که پیسایشم 50,000 بودی همه تو ماندیم دیگه این زبانشم کامشم خراب بسن کامشم تو پلان دارم ورم گفت دکتر گفته بود که ببرین پاکستان عمل میشن این بچه دکب میام پیسه نداشتیم دیگه دیگه همه تو مان اول رو نمی گشتیرم تو کوشش کرده شما خبر نمیگیرم و تو چی ندارم گپ هم میفهم و گوشیار هستم گفتن هم دیگه افزاده نمیدارم من چون که تو سری کام شده که چیز هم گوشش مشکل نداره چشمش مشکل نداره نه صدا کنم بگیم یه صرف بیا نان بخوایم بخوانم در یه خانه میم میشنوم دیگه این وقت صدر کامش چیز هم مشکل دارم اینه باید گفتم حال کنم خب اگر فعلا زمینش مساعد شوه در شفاخانه افغانستان این اگر کسی یک خیر به حساب پیدا شوه امکان تداویش خواه است این وقت و زمانش نگذشته؟ نه نه وقت دکتر گفت که بیاره گفت که بیاره گفت ما عمل کردم 50,000 بود ما عمل نکردم یک 4 سال پیش بود دیگه پدرشم مردی شد نرفتم دیگه پیسم نداشتم واقعا سخت است بینیده های عزیز خیرین گرامی دکتر صاحب های گرامی واقعا مشکل دیگر بیشتر از این بوده نمیتونه در خانواده ای که یک سال قبل پدری خانواده از دست رفته به سر مریضی که داشته تکلیف زردی سیاه 4 سال با این تکلیف مواجه بوده و خیلی ها با مرگ و زندگی دست مجه نرم میکرده مشکلات اقتصادی داشته بالاخره بنابر نبودی پول جانش را از دست داده بعد پسر نازی خانواده طفلکی که یک عالم امید داره آرزو داره هدف داره آرمان داره در این وضعیت در این حالت قرار گرفته و ای که پرویز جانم تازه شهید شده البته من نمیخوایم که بیشتر از این واقعا مصیبت خانواده را بیشتر بسازم تمام هدف ما ای است که خیرین گرامی واقعا کسانی که توانایی دارن اینا اقدام کنن اینا واقعا تلاش بکنن دست خانواده و دست فامیل را بگیرن حدی اقل فعلا دو کار را که میتونن انجام بدن اولی که یوسف جان را کوشش کنن که در یک شفاخانه معتبر واقعا انتقال بدن و معرفی کنن که مشکلش حل شود قابل تداوی هست حتما تداوی میشه خب بنابر نبودی پول تا هنوز تداوی نشده بحث دیگر مشکلات اقتصادی خانواده و فامیل هست که حالا سرپرست فامیل نداره بنا از این فرصت استفاده کرده واقعا دست این خانواده را بگیرین که واقعا اجر دنیا و آخرت شما انشالله که میشه مطمئنن خب مادر جان در مورد پرویز جان میخواییم بیشتر بشنویم از شما در مورد حادثه ای که صورت گرفته
چگونه بر شما اطلاع داده شد زمانی که شما اونجا مراجعه کردین؟ با چی وضعیت واقعا مواجه شدین؟ میشه بیشتر به بینده های ما شریک بسازین؟ بله، من در خانه بودم، شیشه را پاک میکردم. فرق جان دموزم بود، شکر که همون بخیر چیز نظر از هم تیشت. خدا را شو. این زنگ زد بچه مست شما را دیگه موبایل در خانه را بوشن نایمان در مکتب که موبایل را ببرم. موبایلش در خانه فرق مانده بود، خیلی برویز جوره رفتن هردش. یکی فشار شدن ای فرق زنگ زده شماره موبایل دیگه کس در خانه زنگ زد، مادر گفت پرویز آمدن مفتون نه بچه به چیه بسن، گفت که این فشار شده در مکتب. ما هم جادر نماز سر کلم بودم نمیدم، این دخترم در خانه، ایش دوگم در خانه بود. دویدم در مکتب رفتم، در مکتب رفتم، از پلیس ها نموند، داد به داد کلم که از برای خدا خدا شماره سر نیکم کنم بچه من شماره زنگ زدم گل ایش رخ نکه شماره پرویز پرویز موبایش هم میبرد رخ نکت رفت و خدم زدم زدم ایش کس نداشتم من ای از نامیشون کس دست خوره اینو نبامدم یک چند وقت میشون خدم رفتم بالیدم بچه را میبالیدم باز میشه رفتم دارم پولیس آمارا که پرد شفاخانه تانگ دیل اونجا زخمی را برده اونجا رفتم سه چهار نفر دیدم جنازش را سکرم نبود بچه من شفاخانه رفتم زخمی را سکرم نبود باز گفت در شفاخانه هم نماشه من ندارم گفت تا دیگه شفاخانه برم داود دستزم داود طرف رفتم که اوشان وکسی دانا جنازه یک دو سه تا زخمی دیدم رفتم هم زخمی رفتم پرویزه نمیشنسیم گفت که نه که ما پرویزه نمیشنسیم با داد و بیداد که هم رفتم بخیر بچه من کشو شده با رفت یک مرد که دیگه گفت که برو در شفاخانه چیز علیم جنا اوشا برو اوشا داویده رفتم که یه بس در شفاخانه خون برو پایم دویدم پایم زنده خود شده بود میچسبید پایم رفتم شفاخانه را گشتم پلیس ها نمون طالی باب نتیم چی بود گفت که نداره یم شیره من هم تیلا کردم تیلا کردم گفتم من برم یک شیه گفتم من میرم گفت که بانگی اینجا زخمی را زیاد آوردیم ای تدا بیشه مفتم من اکسای کنم بچه من که زنده است چرا خمستم زخمی سم رفتم زخمی را دیدم که بچه ام نبود باز چه خست کده شیشتم دستر بزنم دخترم زنگ زنم مادر کجاستی مفتم شفاخانه را چه نازدم پرویز پیدا نشدم دیگه کس ما نداشتم دیگه یه دخترم کشم دروازه را قف کردم شده کار در خانه قایم کردم بادر آمده و هم وقت زدم آمد خیلی شفاخانه را بازو رفتم چند شفاخانه را سعی کردم دم و علی جنا زخمی رو ما سعی کردم دختر گفت که خیلی مادر گفت شیما میمید رفت را گفت خدم چی حال بودم دیگه گفت ما سرد خانه را میرم سعی میگم کشم دخترم سرد خانه سعی کردم چه خست دارم که مادر گفت یه پر بزنیش تا خواهم کنم خب مقیل اکل اکل یاد زدم گرشتم مادرش اما تا امید رفت بودم شاید زخمی باشتن تا باشتن چون شده بچه زنگ زدم کاکاش کاکاش نمیشستم گفتم که در بچهش زنگ زدم گفتم میدی جان گفتم بیاد تیز که بچه گفتم های دست رفت بچه برم گفت که خب همه که گفت دیگه گم شدم تا ساعت چهار بجرم آدم باشه بودی بخارم هیچ کس نداشتیم که بیای خم در سوزی خم خواریم ناشبه که بیای چی شد باز اینا هر کس زنگ زدم دیگه می قومی با اینا و خیلی زنگ زده کوکوش اینا آمدن بچه درم باز آمد قدیم کوکوش بابا جرم آمد خود گرشم رنگ سرد درم که هسته دیگه در قصه بودستم وقتی پدرش که من ایش در دور نمیگد میگفت که بان که آتیم بمرا گنی پیسه داره هستم گرسان بچه هاش دار مانسا تتاش دار مانسا یک سم در پاکستان هستم بچه هاش کلان کنش یکش در ایران هستم میگفت که آتیم بان که سری آبی من زن گرفتم ما یک رو پا نمیتیم که آخوی قصه دوا کنم بان که بوده بوده برای خمای بی پیسه که دکتر ها گفت که برای نیره در این برای نیره در این که اینجور میشم هیچ کس نداشته ما که پیسه میزد تدایی میگه یعنی بچه کاریگر ما باید دستم رفت این آنی اول خدا دیگه هیچ کس ندارم یکی قیل بچه همه کمک کنم بچه کاریگر و بچه دانسته و میبود واقعا خیلی سخت است مادر جان خیلی سخت است
اینا نمیشه با گپ خلاصه نمیشه، خیلی سخت است. درکتون میکنی مادر جان، شما جای امشیری ما هستین، جای خوهری ما هستین. اینمی قسم همه گوز به یک فامیل هستیم، گوز به یک خانواده هستیم، همه انسان هستیم، همه درک داریم. چرا این ظالمان، چرا این وحشی های قرن میان خانواده های این ملت رنج دیده ای که سالها رنج دیده، این ملت را چرا این همه داغدار می سازن؟ بس است، بس است. از برای خدا مگر چی دیدین از دست، چی دیدین از این ملت؟ چرا خوشی های این ملت را واقعا شما نمیتونین تحمل کنین؟ چرا؟ چرا مگر واقعا حق زندگی کسی ندارد در کشوری به نام افغانستان؟ باید همیشه جنگ باشه، باید همیشه خونریزی باشه، باید همیشه جوانهای این کشور از دست برن، باید همیشه خانواده ها داغدار باشه. واقعا جفاست، جفاست در حق این ملت. بیشتر از این دیگر جفا را روا نداریم. به لحاظ خدا لطفا 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 انسانی فکر بکنید. وحشی های قرن لطفا یک بار به حال خود بین. اگر اولاد شما باشه، اگر فرزند شما باشه، اگر زن شما، اگر خانواده شما این همه داغ را ببینه، چه حالت سرتان خواهد آمد؟ واقعا خیلی ها سخت است. با معذرت که ما هم نتونستیم خدا واقعا کنترل کنیم مادر جان. انشالله که غم و غصه از خانواده تان برچیده شوه، از این ملک برچیده شوه. واقعا چیزایی میخواستم پرسان بکنم از ذهنم رفت. به هر حال مادر جان، ما را در غمتان شریک بدانین، ما را واقعا در غمتان شریک بدانین. انشالله که این وضعیت برطرف میشه، این وضعیت انشالله که خوب میشه. خداوند به شما صبر بده و خداوند به شما صبر بده که بتانین دوری فرزندتان را واقعا تحمل بکنین. خواستتان چی است مادر جان؟ خواستتان از خیرین چی است؟ خواستتان از دولت چی است؟ میشه دولت هست که امیر رسول کنه را میشه و کلا که در جای دادش بشینه دیگه این رقم خونی زینه کنه تبا کد مردم تبا چی کار کنه بچه کاری گرمه دستم رفت این سخیر آره رو بکی نامده کنشه من دولت میخوایم امیره که قدم کمک کنه. انشالله انشالله سلامت باشین. ببخشین مادر جان که وقتون را گرفتیم. انشالله که همیشه در زندگیتان غم و غصه جای نداشته باشه. بخیر باشین، موفق و معید باشین. انشالله دیگر یک بار دیگر از خیرین تقاضا میکنیم، از کسایی که واقعا امکانات دارد تقاضا میکنیم که دست فامیل را بگیرین. خواهشانه از شما میخواییم واقعا که این مشکل، این فامیل خیلی ها مشکل داره. امیدوار هستم که مشکلاتشان برطرف شه و شما یک وسیله شوین برای یکی واقعا در این خانواده دیگر مشکلات اقتصادی وجود نداشته باشه، پسرک ناسشان تداوی شوه و من بعد حداقل کسانی پیدا شوه که خرچ و مصرف این فامیل را بپردازه. بخیر و سلامت باشین مادر جان. تسلیت باشه بازم. بخیر باشین. سپاس از حضور شما عزیزان بیننده و شنونده. امیدوار هستم که در پناه خداوند متعال حفظ باشین، با امیدی که در افغانستان عزیز ما دیگر جنگ و ناامنی و بدبختی و مصیبت وجود نداشته باشه. خدا حافظ و یار نگهدارتان، روز روزگارتان خوش باد انشاءالله.